آیا میشه عوامل مشترکی رو برای ناکارآمدی دولت ها برشمرد؟ یعنی حالا شما ناکارآمدی دولت های هاشمی به صورت نسبی ناکارآمدی این دولت اشاره کردید، قاعدتا دولت های دیگه هم ویه هایی از ناکارآمدی رو داشتن، میشه عوامل مشترکی در همه دولت ها پیدا کرد که اینها به عنوان علل ناکارآمدی باشن؟ بله. ببینید، شاید مهمترین عامل مشترک این ناکارآمدی ها اینه که دولت هایی که روی کار میان، این دولت ها برآمده از یک پایگاه مردمی گسترده و وسیعی نیستند. چرا که ما متاسفانه فاقد احزاب قدر و گسترده در جامعه هستیم. این فقدان احزاب موجب میشه که ما برای دولت هامون کادرسازی نکردیم. این فقدان احزاب موجب شده که وقتی که یک دولتی روی کار میاد برآمده از حزب نیست، و وقتی که برآمده از حزب نیست پس کادر آماده در اختیار نداره. یه حالت هاج و واجه، چون اتفاقا کسانی هم انتخاب شدن که پیش بینی نمیشد انتخاب بشن. شما نگاه کنید، آقای خاتمی پیش بینی نمیشد، آقای احمدی‌نژاد پیش بینی نمیشد، آقای روحانی پیش بینی نمیشد. خب وقتی که پیش بینی نمیشد یعنی اینا مهیا هم نبودن، یعنی یه تیم مهیا هم نداشتن. و چون چنین ساختاری شکل نگرفته بود، نتیجهش اینه که دائما ما به نوعی با تازه کاری دولت، به تازه وارد شدن دولت روبرو میشدیم. و البته این ناکارآمدی رو به مجلس هم من سرایت میدم. مجالس ما هم برآمده از احزاب نیست، و چون برآمده از احزاب نیست، نمایندگان کادر نیستن، کادر تربیت شده نیستن و با هم همراه نیستن. و به جای اینکه نگاه ها نگاه های ملی باشه، نگاه های محلیه. به جای اینکه مشکلات رو ریشه‌ای و اساسی حل کنن، مشکلات رو دم دستی و فورس ماژور میخوان حل بکنن. و این موجب میشه که نه مجلس مجلس خیلی کارآمدی میشه، نه دولت دولت کارآمدی میشه. ایرادات ساختاری یا ضعف قانونی رو هم دخیل میدونید توی این ماجرا؟ فکر میکنید این در واقع ناکارآمدی دولت ها میتونه در واقع بخشش به ایراد ساختار برگرده؟ گمان میکنم ضعف ساختاری هم بسیار دخیله و ضعف قانونگذاری هم بسیار دخیله. ما انباشتگی قوانین رو داریم و جالب اینه که هر مجلسی که میاد روی کار بلافاصله دست به کار میشه برای قانونگذاری های جدید، و حالان که قانونگذاری نباید دچار دستخوش تغییر و تحول و اینها بشه. ما باید با ثبات قوانین رو برو باشیم. شما هم در بخش اقتصادی نگاه کنید، بنگاه های تولیدی وقتی اقدام به سرمایه گذاری میکنن که چشم اندازشون ثبات باشه. اگر ثبات باشه تصمیم گیریشون راحت خواهد بود، اما اگر بی ثباتی رو شاهد باشن تصمیم گیری برای اونها دشوار خواهد شد. و این قوانینی که هی میاد و عوض میشه و کمتر از عمر 10 ساله رو طی میکنن و تعدد این قوانین، و نتیجهش هم اینه که به دنبالش حتی دستگاه های اجرایی دچار هاج و واج شدن میشوند و ناکارآمدی به دستگاه های اجرایی هم سرایت میکنه. به نظرم میاد باز هم ناشی از نبود یک نگاه بلند مدت، یک نگاه اساسی، یک نگاه بنیادین به مسائل رگولاتوری و قانونگذاری در کشور که اینها تأثیر گذاره. ما دولت هامون باید یکی دنبال دیگری باشه و مجلس هامون باید هر مجلسی که میاد تعقیب کنه مسائل مجلس قبلی رو و دنبال کنه مجلس قبلی رو و به صورت یک زنجیره به هم پیوسته پیش برن تا بتونیم به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دست پیدا کنیم. نه اینکه هر دولتی که بیاد خونسا کنه اقدامات دولت قبلی رو و نادیده بگیره و هر مجلسی که میاد تلاش های مجلس قبلی رو بخواد خونسا بکنه و نادیده بگیره. اینها من نمیگم که احیانا حق ندارن، میگم ناشی از اینه که اگر
به فرض قبلا ساختاری شکل گرفته که شما نمیپسندید، ناشی از یک نگاه کوتاه مدته، نه یک نگاه بلند مدت. و چون چنین اتفاقی افتاده، مجالس همدیگر رو خونسا میکنن، دولت ها همدیگر رو خونسا میکنن، در این بین منابع هست که هدر میره و هزینه هاست که افزایش پیدا میکنه و مردم هم که در رنج قرار میکنن. مثلا وقتی صحبت از دولت میشه، از در واقع مجموعی از افراد صحبت میشه، در واقع رئیس جمهور و افرادی که در واقع منتخب رئیس جمهور هستن در کابینه و دولت رو نهایتا تشکیل میدن. شما فکر میکنید که البته توجه این که در انتخابات مردم این در واقع رئیس جمهور رو انتخاب میکنن و به قول شما ساختار حزبی هم وجود نداره که مشخص باشه از ابتدا که چه افرادی قراره با به همراه این رئیس جمهور بیان و کابینه رو تشکیل بدن، فکر میکنید که اون شخص رئیس جمهور چقدر در کارآمدی دولت نقش داره؟ یعنی مردم از در واقع با انتخاب شخص رئیس جمهور چقدر میتونن تو کارآمدی دولت سهیم باشن؟ نقش رئیس جمهور بسیار تعیین کننده است، چون ممکنه هیئت دولت همان هیئت دولت باشه ولی رئیس جمهورش که عوض بشه میبینید کلی مسائل تغییر میکنه. من بذارید مثال رو از قوه قضاییه بزنم. قوه قضاییه ما با تغییر ریاستش میبینید که چقدر میتونه اثرگذار بشه، و حالان که کادرش تغییر نکردن، قضات تغییر نکردن، دادستان ها تغییر نکردن، ممکنه احیانا یک جا به جایه های مختصری رخ بده ولی ساختار همون ساختاره، اما کلی میتونه تغییر ایجاد بکنه و تحول ایجاد بکنه و رو به پیش حرکت کنه بدون اینکه تغییرات جدی در اعضا و اجزاء داده شده باشه یا در قوانینی که بر اساس اون دارن قوه رو اداره میکنن. دولت هم همینطوره. یه ترکیب از دولت با یک رئیس جمهور یک خروجی داره، همون ترکیب از دولت با رئیس جمهور دیگری خروجی متفاوتی داره. اینه که رئیس جمهور خیلی نقشش تأثیر گذاره، بنابراین انتخابش توسط مردم خیلی اهمیت داره. گرچه من معتقدم ما دیگه نباید تجربه های قبلی رو تکرار کنیم، ما باید برای دور بعد دولت و انتخابات 1400 دنبال این باشیم که یک تیمی به میدان بیاد نه یک شخص، و یک این تیم یک برنامه داشته باشه، از قبل برنامه خودش رو برای مردم اعلام بکنه، مردم توجیه باشن که دارن به چی رأی میدن و به چه اهدافی رأی میدن و به چه نقشه راهی رأی میدن، و بعدن هم همون نقشه راه رو از اون مطالبه کنن. اون نقشه راه باید در اختیار نخبگان جامعه قرار بگیره، اون نقشه راه در اختیار شورای نگهبان قرار بگیره. احیانا احراز صلاحیت اون کاندیدای ریاست جمهوری با اون نقشه راهی باشه که اون میده، و این نقشه راه در چارچوب قانون اساسی، در چارچوب سیاست های کلی املاقی توسط معظم رهبری باشه، که طبعا اگر چنین اتفاقی بیفته مردم آگاهانه رئیس جمهور رو انتخاب میکنن و دولتی رو انتخاب میکنن همراه با او که از پیش شاهد کارآمدیش هستن، یعنی انتظار کارآمدیش رو دارن. حالا اگر بخواید به رای دهندگان توصیه‌ای داشته باشید برای اینکه در واقع انتخابشون به نحوی باشه که دولتی که سر کار میاد دولت کارآمدی باشه، چه توصیه‌ای به اونها می‌کنید و فکر می‌کنید که با چه نگاهی باید در واقع رئیس جمهور 1400 انتخاب کنه؟ اولا تأکید می‌کنم که هیچ کس تصور نکنه که با عدم مشارکت در انتخابات مشکلی حل میشه و میتواند ضعف‌ها برطرف بشه و جبران بشه. نه، هرچه مردم فاصله بگیرن از صندوق‌ها و در انتخابات مشارکت نکنن، پیشبینی باید این بشه که پس ما با یک دولت ضعیفی روبرو خواهیم بود که قدرت حل مشکلات رو نداره و اونی که آسیبش رو میبینه همین مردم هست. پس مردم با مشارکت حداکثری خودشون باید دست به انتخاب دولت بزنن. این خیلی مهمه و شاهد بوده ایم در ادوار گذشته و حتی در این دور خواهیم دید که رهبر معظم انقلاب بر مشارکت حد اکثری مردم تأکید میکنند. این مشارکت حد اکثری هم نوعی پشتوانه نظام رو تقویت میکنه
و پشتوانه رهبری رو تقویت بکنه و در مقابل دیگران و بیگانگان برای ما مایه افتخار خواهد بود که سطح مشارکت بالا برود و هم اون دولت مبعوث از این انتخابات رو دولتی تواناتر قرار میده، با پشتوانه قوی تر قرار میده و این کمک بزرگی خواهد بود به اینکه دولت از جرأت و جسارت بیشتری برخوردار باشه. و برای اینکه دولت کارآمد باشه، توصیه من و تأکید من به مردم عزیز اینه که نگاه نکنید که شعارهای پوپولیستی که میدن چیست، چون گاهی اوقات شعارهای فریبنده است و حاشیه ایست. مگر نمیگویند که مشکلاتشون مشکلات اقتصادی است؟ مگر نمیبینن که مشکلاتشون مشکلات اجتماعی و فرهنگی است؟ اگر مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی است، ببینن که چه کسی ظرفیت داره، توانایی داره و چه گروهی، چه تیمی میتوانند این مشکلات رو در دستور قرار بدن. و شعارها و پیامهایی که داده میشه داره چه آدرسی رو میده؟ حواشی رو پررنگ میکنه یا نه به متن میپردازه؟ چون این خیلی مهمه. امیرالمومنین سلام الله علیه هم میفرمایند که شما باید توجه بکنید که عقلا کسانی هستند که مهام امور رو، مهمترین امور رو مبنا قرار میدن و در دستور قرار میدن و فرع رو بر اصل ترجیح نمیدن، بلکه اصل رو بر فرع ترجیح میدن. اینها هم باید توجه داشته باشن. بنابراین اینجا جایی به کار بردن عقل است و عقلایی رفتار کردن و شعور است، نه احساسات. احساسات گاهی اوقات در هنگام انتخابات این احساسات است که تحریک میشه. ببینید یک مسئله بسیار بسیار حاشیه‌ای میاد متن قرار میگیره و تحت شعاع قرار میده، به حال که اون مسئله حاشیه‌ای حالا حل شد یا نشد چه اهمیتی داره. ولی اون چه که مهمه اساس مشکلات کشوره و ما همه شاهدیم در چند دوره انتخابات گذشته نظرسنجی ها نشون میده از عامه مردم که اینها میگن مهمترین مشکلات ما مشکلات اقتصادی مونه، مشکل اشتغال مونه، مشکل معیشت مونه و این مشکلات دائما افزوده شده که کاسته نشده. چرا؟ چون در هنگام انتخابات به اینها توجه نمیشه. این مسئله اقتصادی و معیشتی، حالا همونجور که شما اشاره کردید، سالهاست که مسئله اصلی مردمه. چرا دولت‌های مختلف نتونستن این مشکل رو حل بکنن؟ از راهش وارد نشدن. ببینید اقتصاد ایران، من بارها گفتم 80% ظرفیت داخلیش و 20% ظرفیت خارجیش و ایران یک کشوری بزرگه، یک 1,400,000 کیلومتر مربع و یک کشوری است که 15 کشور همسایه‌اش هم. دو دریای شمال و جنوب رو داره. این ظرفیت، این شرایط جغرافیایی بسیار ممتازه. شما کمتر در میان کشورها چنین موقعیت جغرافیایی رو مشاهده می‌کنید. خود اینکه در کنار دو دریای شمال و جنوب هستیم یه ظرفیت عظیم برای ما جهت حمل و نقل دریایی قرار میده و این امکان رو برای ما به وجود میاره که همسایگان شمالی ما بتوانند از ظرفیت ترانزیت ما استفاده کنند و کالاهای خودشون رو به خلیج فارس و دریای عمان برسونند و همسایه های جنوبی ما این امکان رو پیدا میکنند که کالاهای خودشون رو از طریق ترانزیت به شمال برسانند، به شرق برسانند و همسایه های غربی ما این امکان رو پیدا میکنند مثل ترکیه و عراق که خصوصا ترکیه رو من عرض میکنم کالاهای خودشون رو بتونن از طریق ایران ترانزیت کنن به سمت شرق و شرق رو هم تحت تاثیر قرار بدن و خود اوراسیا که در شمال ما قرار دارن، یک مجموعه عظیم 500 میلیون نفری است که میتواند ظرفیتی باشه برای مناسبات اقتصادی ما و مناسبات سیاسی ما که الحمدلله اخیراً هم بهش توجه شده
ما از این موقعیت ها با استفاده نمی کنیم. شما الان ببینید از ظرفیت اقتصاد کشورهای منطقه ما چقدر استفاده می کنیم، ما چقدر صادرات داریم به این کشورهای منطقه. فقط در بین اینها عمده شده برای ما عراق و بعدش ترکیه، یه مقدار امارات دیگه. بقیه کشورها میبینید یک ظرفیت بسیار بزرگی دارن، ولی ما مناسبات اقتصادیمون با اونها به قدری نیست که میباید. پاکستان رو داریم، هندوستان رو داریم، افغانستان رو داریم، این کم است ارتباطات ما و ارتباطات اقتصادی ما و مالی ما. و البته علاوه بر اینها خصوصا من روی روسیه و اوراسیا تکیه میکنم، اون هم ظرفیت بزرگی است. یک حسن اتفاقی افتاد که روسیه در شرایط تحریمی خودش به ایران اقبال کرد ولی ما نتونستیم، یا قطر در شرایط تحریمی قرار گرفت که بازارش رو باز کرد روی ما ولی ما نتونستیم، ترکیه از این فضا بیشتر استفاده کرد. و علاوه مسئله انرژی در کشور ما، اینو من بارها تکیه کردم، ما مزیت انرژی رو داریم. این مزیت منحصر به حالا نیست، منحصر به نفت و گاز هم نیست. نفت و گاز البته مزیت بالفعل ماست و ولی در آینده هم انرژی های نوپدید مثل انرژی خورشیدی، انرژی باد، ایران ظرفیت بسیار بزرگی رو برای آینده داره که انرژی های پاک هم هستند. چند ماه تا انتخابات بیشتر واقع نمونده، ادوار گذشته همیشه در چنین مقاطعی پر از در واقع شور انتخابات بود فضای کشور، الان این چنین نیست. یعنی حتی در واقع آرایش کاندیداها هم خیلی روشن نیست. حالا چون شما رو موضوع مشارکت تاکید داشتیم، می‌خواستم این رو بپرسم که چی کمک می‌کنه به اینکه این مشارکت افزایش پیدا کنه و مردم رغبت کنن که در این صحنه حضور پیدا کنم؟ رسانه ها. ببینید من یک ابراز تأسف بکنم، متأسفانه بعضی رسانه های ما مترصدن کاندیدای نهایی رو به دست بیارن مشخص بشه تا توپخانه رو متوجه بکنن. برای همین تصور من اینه که اون کاندیداهای اصلی و نهایی کسانی هستن که رو پنهان میکنن و صبر میکنن تا ماهای آخر، وقتی بیان که دیگه خیلی توپخانه اونها رو نتونه تخریب کنه. شما میبینید الان این کسانی که تا کنون مطرح شده اند چقدر حملات متوجه اونها شده، با اندکی مثلا از مسئله یا به حق یا به ناحق میبینید طرف رو به طور کامل نابود میکنن و از دور خارج میکنن. این غلطه. بابا سالم رفتار کنیم در انتخابات. برای انتخابات حسنهای کاندیدای خودمون رو بیان بکنیم، توانایی های کاندیدای خودمون رو مطرح کنیم، نه ضعف های کاندیدای رقیب رو. اگر این اتفاق بیفته من تصور میکنم اون وقت بهتر فضای انتخاباتی شد. اول صحبتتون اشاره کردید به فعالیت جمعیت اصولگرا برای انتخابات و اینکه کابینه‌ای که تشکیل میدن ممکن هستش که از همه گرایشات قرارات توش قرار بگیرن. این اصلاح طلبا رو هم در نظر بگیرید. میتونیم ما فرض بریم مثلا اگر که اصولگرا پیروز انتخابات شدن تو کابینه‌شون از چه جایی؟ ببینید من واقعا ابراز تأسف میکنم که مشاهده میکنم این مقدار روی اصولگرا اصلاح طلب و فاصله گرفتن فاصله دادن داره تغییر میشه. شما این رو اتفاقا در افکار بنده، آراء بنده، اظهارات بنده و دوستانی که مشابه من فکر میکنن اینقدر روی این خط و خط کشی تکیه نمی کنی و معتقدم که همین خط کشی ها به زیان ملت هست. اون چه که مهم هست وفاداری به نظامه، وفاداری به ولایت فقیه، وفاداری به این انقلابه، وفاداری به این مردم و حل مشکلات این مردمه، وفاداری به راه امامه، وفاداری به شهیدانه. شما شهید قاسم سلیمانی رو به عنوان یک الگو میتونید بگید که وابسته به کدام جریان سیاسی بود؟ بله؟
محبوب همه مردم شد. چرا؟ چون روی این خط و خط کشی ها تأکید نداشت. چون تأکید شهید قاسم سلیمانی روی این بود که من یه سرباز این نظام هم. اگر هر کسی و هر سیاست مداری و هر رسانه‌ای هدف اول خودش رو ملی قرار بده، بله حالا در حاشیه نیم نگاهی هم به جریان سیاسی خودش داشته باشه، نه هدف اول جریان من، حزب من، گروه من و خط من، این غلطه. پس اساس رو ما میباید منافع ملی و مصالح ملی قرار بدیم. اگر منافع ملی و مصالح ملی شد، همکاری بین جریانات سیاسی دشوار نخواهد بود و انتخاب درست انتخاب انسانهای کارآمدی، یعنی کسانی که یه تجربه خوبی در دوران مدیریت قبلی خودشون داشتند و احیانا وجهه سیاسی پررنگی هم ندارن، اما این خطکشی ها موجب میشه که اونها رو ما بیاییم جدا سازی کنیم، نکنیم این کار.